اما در ارتباط با تحولات هنگ کنگ، رئیس دولت اجرایی هنگ کنگ میگوید به هیچ وجه قصد کنارگیری از قدرت را ندارد. خانم لم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد هرگز درخواستی برای استعفا تسلیم پکن نکرده و نخواهد کرد. کنارگیری کری لم از قدرت یکی از مطالبات اصلی تظاهرکنندگان در هنگ کنگ را تشکیل می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش مسعود ملک. کری لم رئیس دولت اجرایی هنگ کنگ روز سه‌شنبه تاکید کرد قصد استعفا ندارد. I have never tendered a resignation to the Central People's Government. من هرگز استعفانامه‌ای تصمیم دولت مرکزی نکردم. من حتی به طرح استعفا و گفتگو درباره آن با دولت مرکزی فکر نکردم. این انتخاب خودم بوده. اما برای درک بیشتر این موضوع، به خاطر صحبت‌هایم در یک جلسه خصوصی، باید بگویم من داشتم توضیح می‌دادم برای هر فردی در چنین شرایطی استعفا راحت‌ترین گزینه است. اما در سه ماه اخیر بارها به خودم گوشزد کردم من و دستیارانم برای کمک به هنگ کنگ باید جایگاهمان را حفظ کنیم. خبرگزاری رویترز اخیراً درباره یک فایل صوتی منتشر شده از ملاقات کری لم با گروهی از تجار گزارش داد که در آن خانم لم اعلام می‌کند طرح قانون پیشنهادی استرداد مجرمان به چین به آشوب در هنگ کنگ دامن زده و او به خاطر این اقدام از مردم پوزش خواهد خواست و اینکه اگر حق انتخاب داشت استعفا می‌داد. ساکنان هنگ کنگ می‌گویند نوار صوتی درج کرده نشان می‌دهد امور هنگ کنگ در دست پکن است و پایان بحران سیاسی در هنگ کنگ تنها با تصمیم و فرمان پکن امکان پذیر خواهد بود. تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ از سه ماه پیش در اعتراض به قانون پیشنهادی استرداد مجرمان به چین شروع شد، اما در ادامه اعتراض‌ها تظاهرکنندگان بر مطالباتشان افزودند. کنارگیری کری لم رئیس دولت اجرایی هنگ کنگ از جمله مطالبات اصلی تظاهرکنندگان است که در عین حال خواهان اصلاحات دولتی و تقویت دموکراسی در هنگ کنگ و نیز تحقیقات مستقل درباره خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان هستند.